نوار وضعیت، نوار وضعیت یا استاتوس بار که در پایین ترین قسمت صفحه اصلی نرم افزار در زیر خط فرمان قرار داره. من در تصویر براتون نوار وضعیت نرم افزار اتوکد رو براتون مشخص میکنم. این کادری که براتون مشخص کردم نوار وضعیت یا استاتوس باره. در حالت پیش‌فرض آیکون‌های آبی رنگ نشون دهنده فعال بودن. الان اگر من مکان نما رو این آیکون قرار بدم، داره میگه که آیکون گرید، دیسپلی دراینگ گرید در وضعیت آنه. ببینید خود آیکون هم آبی رنگه، آبی یعنی فعال. و آیکون های خاکستری رنگ مثل این داینامیک اینپوت که فعال بود، ما با کلیک چپ غیر فعالش کردیم، مثل این آیکون پولار یا این آیکون ارتو، اینها چون خاکستری هستن غیر فعالن. در قسمت سمت چپ نوار وضعیت یه سری گزینه‌ها وجود داره مثل مدل، لی‌اوت 1، لی‌اوت 2 که در مورد اینها در فصل‌های بعد توضیحات کامل رو خدمتتون میدم. مبحث مهم شیت بندی اگر بخوام نشون بدم خدمتتون، مدل، لی‌اوت 1، لی‌اوت 2 که الان ما در فضای مدل هستیم. فضای ترسیم رو میتونیم اصطلاحاً از فضای مدل به فضای لی‌اوت یا اون کاغذ تبدیل کنیم. اولین آیکون از سمت راست، این آیکونی که در این قسمت ملاحظه میکنید، آیکون کاستومیزیشن هست که اگر من مکان نما رو روش قرار بدم، میگه این آیکون کاستومیزیشنه. روش کلیک چپ کنم، برای ما اینجا یک منوی ظاهر میشه شامل لیستی از خاصیت هایی که میتونن در نوار وضعیت قرار بگیرن. الان ببینید به عنوان مثال تمام اینهایی که تیک خوردن در آیکون هاشون در نوار وضعیت وجود دارن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 که البته 16 تا هست که این داینامیک اینپوت رو من خودم در قسمت‌های قبل اضافه کردم. فرض کنید من میخوام خاصیت کوردینیت رو اضافه کنم. اینجا ببینید کوردینیت، کوردینیت مختصات دیگه. اگر من اینجا روش کلیک چپ کنم، اینجا اگر ملاحظه کنید اینجا برای ما کوردینیت ظاهر میشه. این در واقع نشون دهنده کوردینیت گزینه اول. این گزینه اول x، گزینه دوم y، گزینه سوم زد. زد چرا صفره؟ چون ما در فضای دو بعدی هستیم، محورهای x و y رو داریم. اگر من بیام مکان نما رو حرکت بدم، ببینید فقط محور x اینجا، اگر دقت کنید به x و y، اگر بیاین اینجا دقت کنید، من وقتی دارم حرکت میدم فقط محور x و y داره جابجا میشه. پس برای اضافه کردن خاصیتی از بین گزینه های کاستومیزیشن، رو کاستومیزیشن کلیک چپ میکنیم و میتونیم بیایم گزینه مورد نظر مثلا لاین ویت رو که من در فصل های بعد خدمتتون میگم، یا مثلا سلکشن سایکلینگ رو که در فصل 3 میگم، داینامیک یو سی اس رو که این رو در آموزش نرم افزار اتوکد 2016 سه بعدی خدمتتون میگم و واقعا پرکاربرده، یا گیزمو ها رو، یا یونیس رو، اینها رو در ادامه خدمتتون میگم، کویک پراپرتی رو در فصل 3 اینها رو خدمتتون میگم که میتونیم با کلیک چپ کردن آیکون رو در نوار وضعیت داشته باشید. در یادگیری نرم افزارها این نکته همیشه یادتون باشه، از ابزار یا فرمانی که دانش اون رو ندارید استفاده نکنید. من در این سری آموزش ها در آموزش نرم افزار اتوکد با توجه به این که هنوز هیچ توضیحی در مورد نرم افزار اتوکد ندادم، میام تمام این آیکون هایی که به رنگ آبی هستن و آن یا فعال هستن، اینها رو براتون غیر فعال میکنم. دلیلی نداره چیزی رو که نمیدونیم کاربردش چیه اون در حالت فعال باشه. پس در نوار وضعیت الان میام روی این آیکون کلیک چپ میکنم، روی این آیکون Object Snap که در فصل 3 به صورت کامل توضیح میدم کلیک چپ میکنم، روی این خاصیت Object Snap Tracking هم کلیک چپ میکنم. خب اینجا این گزینه گریده. الان ببینید صفحه ما یه صفحه شطرنجیه، نیازی نیست با توجه به این که
نرم افزار اتوکد یک نرم افزار قدرتمندیه در حوزه بردار یا وکتور. احتیاجی ما اونقدر به این شبکه شطرنجی نداریم. البته من در حل مثال ها توضیحاتی رو در خصوص این شبکه شطرنجی بهتون میدم و بهتون اثبات میکنم چطور میشه یک شبکه شطرنجی رو در حل مثال ها ازش استفاده کرد تا بتونید به صورت کاملا پایه‌ای و کاربردی تمرین ها و مثال ها رو حل کنید. پس اگر اینجا من بیام روی آیکون گرید کلیک چپ کنم که برای من حتی اون قسمت تول تیپ گفته کلید تابعی اون کلید تابعی F7، اگر من کلیک چپ کنم در واقع شبکه های شطرنجی برای ما رفتن. صفحات نرم افزار اتوکد بر دو نوع هستن، صفحه ترسیم که اصطلاحا دراینگ ویندو گفته میشه، این صفحه‌ای که من اینجا دارم براتون مشخص میکنم، اگر خاطرتون باشه در ابتدای آموزش نرم افزار اتوکد این صفحه یک صفحه‌ای بود که رنگش RGB بود که به مشکی بود، بلک بود. من اومدم برای اینکه یک تصویر بهتری رو در فیلم های آموزشی داشته باشیم اون رو رنگش رو وایت کردم. تمام ترسیمات دو بعدی و سه بعدی ما در این صفحه ترسیم انجام میشه که در حالت اولیه رنگش رنگ مشکی بود. خب ما بجز صفحه ترسیم یک صفحه متنی هم داریم. تا این مرحله من میخوام ببینم ما در خط فرمان چه کارهایی رو انجام دادیم. اعلانهای تمام دستورات اتوکد در تکست ویندو یا صفحه متنی قرار میگیرن که با استفاده از کلید تابعی F2 میتونیم این صفحه رو ظاهر کنیم. من از بین کلیدهای صفحه کلید کلید تابعی F2 رو میفشارم. اینجا ملاحظه کنید نوشته AutoCAD Text Window Drawing 1.DWG. باز داره میگه فایلت اسمش هست Drawing 1 پسوندش DWGه. ببینید اینجا من اومدم گرید رو آف کردم، Object Sub Tracking رو آف کردم، این پایین یارتونه کلیک چپ میکردم، هر کاری بکنید توی این Text Window بهتون نشون میده. Object Snap رو آف کردم، این متغیر اینجا رو آف کردم، اینجا فرمان اریز رفتم، با حرکت دادن قطعه وسط موس دارم میرم بالا، فرمان اریز رو رفتم، فرمان لاین رو رفتم، چندین بار کنسل هایی که زدم داره به من نشون میده اینجا. اگر خاطرتون باشه در ابتدا اومدم منیو بار رو تایپ کردم، متغیر رو یک کردم برای اینکه منیو بار ها رو به روش دوم براتون ظاهر کردم. در ابتدا اگر یادتون باشه آپشنز رو رفتم. چرا آپشنز رو رفتم؟ به خاطر اینکه اومدم این کالر شیم رو اینجا در حالت دارک لایتش کردم، رنگ این محیط ترسیم رو از حالت RGB بلکش تبدیل به وایت کردم. ببین دیگه اومدم این اول. پس تکست ویندو میتونه هر آنچه که در خط فرمان گذاشته و اتفاق افتاده برای ما نشون میده. من با حرکت دادن قطعه وسط موز دارم مرور میکنم در تکست ویندوی خودم در دراینگ وان روی دکمه کلوز کلیک چپ میکنم. مکان نما رو خدمتتون گفتم، یه بار دیگه خیلی سریع میگم، مکان نما به رابطه بین موز و صفحه ترسیم اصطلاحاً مکان نما گفته میشه. مکان نما میتونه سه حالت داشته باشه، این حالتی که الان داریم ملاحظه میکنیم در حالتی که هیچ فرمانی در حال اجرا نیست که با فشردن کلید اسکیپ میتونیم مکان نما رو به این حالت تبدیل کنیم، اصطلاحاً بهش میگن نمایش مکان نما در حالت خارج از فرمان. اگر یکی از این فرمان‌های ترسیمی رو من بیام اجرا کنم، مثلا فرمان لاین رو بیام کلیک چپ کنم، مکان نما به حالت به علاوه ترسیم تبدیل میشه به این حالتی که داریم ملاحظه می‌کنیم. تمام فرمان‌های ترسیمی به حالت به علاوه ترسیمن و علامت نشون دهنده اون در خط فرمان میگه اسپسیفای داره، میگه تعیین کردن داره و یک پوینت رو می‌خواد شما وارد کنید. پس هر جا واژه‌ای به نام اسپسیفای یا پوینت رو در خط فرمان در اعلان‌ها دیدین، مطمئن باشید مکان نماتون به این حالت به علاوه ترسیمه. کلید اسکیپ رو من میفشارم یه بار دیگه تا خط فرمان هم خالی بشه. اینجا مکان نما به حالت خارج از فرمان تبدیل شد. یه حالتی هست که در واقع حالت انتخاب فرمان‌های ویرایشی، روی اریز اینجا کلیک چپ می‌کنیم، مکان نما به حالت ببینید مربع انتخاب تبدیل میشه. میتونیم مربع انتخاب رو ما بیایم این رو بزرگش کنیم که من در قسمتی که کادر آپشنز رو توضیح میدم نشون میدم چطور میشه این اشکال مختلف مکان نما رو کوچک یا بزرگ کرد. کلید اسکیپ رو میفشاریم، یه بار کلید اسکیپ رو میفشارم تا هم خط فرمان خالی بشه هم مکان نما به حالت خارج از فرمان تبدیل بشه.
و اگر بخوایم بیایم به خود موز هم بپردازیم، موز یک رابطیه بین کاربر و نرم افزار و این مکان نمایی که الان من دارم حرکت میدم، گفتیم به رابطه بین موز و صفحه ترسیم مکان نما گفته میشه. ببینیم به رابطه بین موز، من الان دارم موز رو حرکت میدم در صفحه ترسیم، به این چیزی که الان من دارم حرکت میدم بهش میگم مکان نما، یا به مکان نما اصطلاح کرسر هم گفته میشه. موز چیه؟ رابطه بین من رضوان طلب که یک یوزر یا کاربر هستم و نرم افزار. خود موز چند حالت داره. کلیک چپ، اگر بخوام فرمان لاین رو روی آیکونش در نوار ابزار درا اجرا کنم، میام روی آیکون فرمان لاین کلیک چپ میکنم. با کلیک چپ کردن اینجا من ببینید میام روی آیکون لاین کلیک چپ میکنم، در خط فرمان اینجا برای من فرمان لاین رو اومد اجرا کرد. کلید اسکیپ میزنم. حالا اگر بیام روی آیکون فرمان لاین من کلیک راست کنم، چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه میتونی یک لیستی رو در اختیار ما قرار میده مربوط به تنظیماته که میتونیم سایر نوار ابزارها رو به محیطمون اضافه کنیم. اینجا من کلید اسکیپ رو میفشارم. پس کلیک چپ رو گفتم و کلید اسکیپ رو هم گفتم. در حالتی که من اگر بیام اینجا گرید رو فعال کنم در نوار وضعیت کلیک چپ کنم، با حرکت دادن قلتک وسط موس به سمت بالا یا پایین میتونم بیام در واقع بزرگ نمایی رو تغییر بدم. اگر قلتک وسط موس رو به سمت پایین نگه دارم، من الان قلتک وسط موس رو پایین نگه داشتم، یه علامت دست برای ما ظاهر شده، من میتونم بیام این صفحه ترسیم رو، اصطلاحاً صفحه ترسیم رو جابجا کنم، نه اینکه بیام موضوعات رو جابجا کنم. ببینید میتونیم موضوعات صفحه ترسیم رو به صورت ظاهری جابجا کنیم، به صورت مختصاتی هیچ موضوعی جابجا نمیشه. اصطلاحاً با نگه داشتن قلتک وسط موز یک فرمانی اجرا میشه، بهش میگن فرمان پن. من الان قلتک وسط موز رو به سمت پایین نگه داشتم و دارم به سمت راست، چپ، بالا، پایین دارم حرکت میدم. اصطلاحاً بهش میگن فرمان پن که علامت یک دست دار میشه و با حرکت دادن قلتک وسط موز به سمت بالا یا پایین بزرگ نمایی رو انجام میدیم. موس دیگه چه کاربردهایی داره؟ اگر خط فرمان خالی باشه، من چطور میتونم بدونم خط فرمان خالیه؟ اولین نشونش اینه که مکان نما به این حالت باشه و در خط فرمان عبارت تایپ کاماند برای ما تایپ شده باشه. کلید اسکیپ رو میفشارم. اگر خط فرمان خالی باشه و یا فرمان در حال اجرا نباشه و من در صفحه ترسیم اینجا بیام کلیک راست کنم، یک منوی میانبر برای ما ظاهر میشه که میگه گزینه‌هایی که داره. تا الان ما یاد گرفتیم این بود که اولین گزینه ریپیت لاینه، میگه آخرین فرمانی که رفتی فرمان لاین بوده، ریسنت اینپوت آخرین فرمان ها رو برای ما اینجا میره، که من اینها رو تا اینجا بهتون گفتم این فرمان پن بود. ببینید فرمان پن یا فرمان زوم رو اینجا داره میده که یه آشنایی مختصر باش پیدا کردین، و این هم فرمان آپشنز بود که میاد تنظیمات نرم افزار اتوکد رو برای ما انجام میده و کلید اسکیپ رو میفشاره. حالا اگر در حین اجرای یک فرمان کلیک راست کنیم چه اتفاقی رخ میده؟ میاد زیر مجموعه های مربوط به اون فرمان رو در اختیار ما قرار میده. مثلا من میام اینجا روی آیکون فرمان لاین کلیک چپ میکنم، گفته specify first point. هر وقت specify و point رو دیدین شما در حالت ترسیمین، مکان نماتون به این شکله. میام در این نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنم. حالا چه زیر مجموعه داره؟ زیر مجموعه آندو. اگر من الان در حین اجرای فرمان بیام کلیک راست کنم، میتونم فرمان انتر استفاده کنم، فرمان کنسل. این ریسنت اینپوت آخرین داده های منه، آخرین جایی که من اومدم کلیک چپ کردم اومده برای من این رو ذخیره کرده. میگه رو کدوم پوینتی که قبلا اومده کلیک چپ کردی میخوای پیدا کنی. باز گزینه آندو رو داریم که آندو همین زیر مجموعه که ما اینجا داریم و تو خط فرمان هم داریم. پس اگر در حین اجرای فرمان ما بیایم کلیک راست کنیم، یه همچین اختیارات یا فرمانهایی رو برای ما قرار میده. Quick Calculator. ببین من اینجا الان در این اجرای فرمان کلیک راست میکنم، ماشین حساب سری رو در اختیار من میذاره، فرمان پن برای جابجایی ظاهری، فرمان زوم برای بزرگ نمایی، فرمان Quick Calculator. حالا میخوام در این اجرای فرمان اینجا ببینین میخوام چی کنم. مثلا میخوام بگم آقا 10 به علاوه 10 میشه چند. مطمئنیم 20ه، ولی یه حالتی هست، یه اعدادی داریم که نمیخوایم حافظه ذهنمون رو استفاده کنیم، اینجا از کلکیولیتر استفاده میکنیم، اپلای میکنیم، میگه 20ه. خودش اومد 20 رو اینجا برای ما تایپ کرد. ببینید چقدر راحت تونستیم از ویژگی های کلیک راست استفاده کنیم. من کلید اسکیپ رو میفشارم.